سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان تریدر به وضعیت بازار و بررسی پتانسیل های ترید در هفته پیش رو میپردازیم همونجوری که میبینیم ما تو هفته پیش رو کلی خبر داریم روز دوشنبه ساعت سونی و به وقت استانبول ما آمار سنتی این پایر داریم خبر نسبتا مهمیه خیلی خبر مهم نیست ولی خب اگه در واقع ماهای گذشته رو نگاه کنین به بازار انرژی میده روز سهشنبه 18 جوان ما آمال خورده فروشی امریکا رو داریم هم کوری تیس رو داریم هم ریتل رو داریم و خدمتتون رو که روز چهارشنبه صبحش ساعت 9 ما سی پی بریتانیا رو داریم همونجوری که میبینین فورکستش حداقل کلی کاهش رو نشون میده میتونه از چارت پوند حمایت کنه ولی ما اون روز تعطیلی بانک ها در امریکا هم داریم خب حالا بعد این تعطیلی دلار رو ببینیم چه تاثیری روی مارکت میذاره رو ساعت باز و بسته شدن بازار توجه فرمایین 19 هم چهارشنبه عرض کردم فارکس کموف سابق همون ساعت های خودش کار میکنه مشکلی نداره یعنی جفت ها روی قسمت فلزات که میایین ساعت نونیم شب بسته میشه پس حواسون باشه ما بستن بسته شدن در واقع زود هنگام بازار روی فلزات داریم و ایندکس های آمریکایی هم در واقع اونجوری که میبینین اینا هم فقط ساعت بسته شدنشون زودتر شده و همه چهارتا بازن قابل تریدن مشکلی از اون بابت نداریم خدمتتون عرض میکردم روز پنج شنبه 20 جوان ما کلی خبر داریم اما شاید مهمترینش این خبر ساعت دو بعد از ظهر باشه که ریت بانک مرکزی بریتانیا اعلام میشه اون خبر مهمیه ساعت سه ما در واقع آنیمپلایمنت کلایمنت امریکا رو داریم و روز جمعه هم همونجوری که ببینید کلی خبر ریز و درشت قرمز نارنجی داریم هم روی بریتانیا حوزه یورو و کانادا و امریکا اما بازم شاید مهمترینش آمار خورده فروشیه بریتانیا باشه که اونجوری که به شدت داره افزایش رو نشون میده فکر میکنم این هفته پوند حرکت های خیلی سنگینی باید داشته باشه بریم با هم دیگه چارتا رو نگاه با ایندکس دلار شروع میکنیم تایم فریم دیلی ایندکس دلار رو داریم نگاه میکنیم ما کماکان آپ هستیم همونجوری که این خط روند اون من کشیدم خط روند خودش در واقع منطقه لیکویدیتی هست خودش در واقع در سمت مخالفش میتونه در واقع کلی لیکوید جمع کنه چرا اون موقعی که دلار به اینجا رسید خب خیلی فکر میکردن مثل برخورد اینجا ممکنه یه بار دیگه این همه بده همونجوری که میبینید نشون داد حرکت رو ولی اومد همه اون لیکوید پایین رو جمع کرد بعدم برگشت توی مسیر خب به خاطر اون،, اون چیزی که مثلا دوستان پیش بینی میکردن از اینجا دلار میخواد بره بالا اون اتفاق نیفتاد اومد پول همه اونها رو جمع کرد بعدا در واقع به سمت بالا حرکت کرد توی کانال ریزشی هم که بود من کانال رو براتون کشیدم اون کانال هم در واقع این پشت شکسته شد الان در واقع اون کانفرمیشن سعودیش تا اینجا سرجاش محفوظ اما تا کجا باید بره بالا تا کجا میتونه بره بالا خب حالا آره یه راهحلتون شاید این باشه که ببینین بگین خیر خب من میتونم این مثلا اگه قرار پترن ها رو تعقیب بکنم الگوها رو تعقیب بکنم اینم بکشم خب این دفعه مثلا تو اون بالا بالا ها باید بره خب حالا آره این شاید در حالت خیلی خوشبینانه مثلا میخوایم اون بگیم ولی در کوتاه مدت چارت دیلی نمیخوایم اونقدر برآورده دوری ازش داشته باشیم یکم بخوایم نزدیکتر نگاه کنیم ببینیم چیه ما این بالا سوینگ های هفتگی رو براتون در نظر گرفتم خب یعنی اگه من نمودار ببرم تو چارت هفتگی این یعنی چارت ویکلیشه ببینید این در واقع سوینگ هایشه پس در واقع اولین جایی که نمودار اگه موفق باشه این پشت تثبیت به ما بده خب اولین جایی که میتونه در واقع تارگت ما باشه اینه که بخواد خودش رو به اینجا برسونه تو مسیر سعودی خب این میتونه در واقع اولین پی دی ما باشه حالا تو تایم فریم دیلی همونجوری که نگاه میکردین اینجا خودش در واقع سوینگ هایی بود که نمودارتون روز جمعه اومد اون لیکوید کرد و به شدت هم میبینیم بهش احترام گذاشته برگشت ازش رو داریم میبینیم حالا این برگشت آیا منجر به این میشه که نمودار ما رو لیکوید گرفته لیکوید این پشت رو و, جمع و در واقع برگشت خورده اون پشت نبسته مثلا اگه میبست که خوبانم با خیال راحت میگفتیم میخواییم بریم تا اونجا ولی حالا که از اون ناحیه ریجکت شده آیا ما یه در واقع ریجکشن قدرتمند به سمت پایین داریم به سمت پایین کجاست اولین سوینگ لوی ما اینجا یا در فاز خیلی در واقع راحت تر لوی هفته گذشته لوی هفته یعنی هفته ای که در واقع الان سپری شده که در واقع این میشه اینو بخوایم چارت دیلی ببینیم ایناش همون جایی که مشخص کردیم خب پس اگه بخواد برگرد در واقع این ریزش ادامه دار باشه اینجا ناحیه ای که ما توقع داریم نمودار بخواد بهش برسه به خاطر همون ما باید ببینیم که روز دوشنبه نمودار چه کار میکنه من چیزایی که داشتیم فقط کنار هم دیگه گذاشتم اگه ببینم که در واقع نمودار موفق شد بیاد این پشت داره کار میکنه خب با خیال راحت فکر میکنم که دلار تا اینجا به حداقل به دست میاره من رو اون چارتای دیگه مثلا مثل یورو یو اس دی چه میدونم طلا جی بی بی, یو اس دی که دلار سمت راسته میتونم رو ریزش بیشتر اونا کار بکنم اما اگه دلار نتونه خودش رو به این پشت برسونه و بخواد در واقع برگرده به سمت لوی جمعه و بعد از اون به سمت در واقع سوینگ لوی دیلی و لوی هفته گذشته در واقع اینجایی که با پیدا پیدا کردیم اون موقع در واقع اون یکی چهارتا برای سعودی بیشتر آماده میشن حالا اینجا اون برخورد بالا خاطرتون باشه تو تایم فریم یک ساعته دلار بخوایم الان نگاه کنیم اینجا یه چیزی هست که یه خورده حواس من ور سمت رو خودش نگاه کنیم ما بزنید از این ورتر بهتون نشون بدم نمودارتون در حرکت به سمت اون نایه می میبینین که اینجا یک گره رو درست میکنه به سمت بالا حرکت میکنه ریجکشنش هم میبینین بعد نمودارتون برمیگرده سمت پایین خیلی خوب این تا اینجاش متوجه شدیم این یه رفت و برگشت اینطوری انجام شد توی این رفت و برگشت دو تا اتفاق افتاده یک نمودارتون قبل اینکه خالی بکنه این اف بی جی رو درست میکنه حالی برای بکشمش که ببینین این و همونطوری هم که میبینین در واقع حرکتی که از این اف جی میگیره منجر به این میشه که این پشت رو لیکوید بکنه خب حالا تو مسیری که و در واقع بتونه به سمت اینجا خودش رو برسونه این دفعه که رسوند خب پس در واقع هم این خودش سوینگ های تشکیل داده بود دیگه در واقع همین سوینگ های ما رو زد همون ناکه لیکویدی که میخواستیم رو تونست به دست بیاره حالا اینجا همونجوری که میبینین ما در مسیر به سمت بالا یه دونه اف جی اینور گرفتیم که با اف جی اینور تقریبا همراستاه اینو میگم این اف جی خب طبق حالا آموزش هایی که تو یوتیوب گذاشتیم میدونیم که اینجا شارپ ترن اتفاق افتاده خب یعنی نمودار ما یه بار برگرده به این ناحیه این پتانسیل داره که بخواد ریزش سنگین اتفاق بیفته خب مضاف بر این که این پایین همونجوری که می‌بینید سد تشکیل شده اینجا هم الان ما لیکوید داریم و هنوزم دست نخورده باقی مونده خب پس ما روز دوشنبه با دقت نگاه کنیم آیا نمودار موفق میشه لیکویدی این پایین رو بزنه بعدا بخواد حمله کنه برای اینکه پشت اینجا تثبیت بشه بره یا نمودار میاد به سمت بالا به این افیجی برخورد میکنه پایین این ناحیه میخواد بازی کنه خب ما بسه هر دو تا الان پس فهمیدیم چیکار باید بکنیم دیگه یکی از این دو کارو باید بکنه من چیز دیگه ای که الان بخواد مگر اینکه دیگه بخواد این وسط انقدر رنج بزنه که مثلا دوشنبه رو به سه شنبه موکول بکنه خب یکی از این دوتا اتفاق باید بیفته که فکر میکنم دوشنبه یکی از اینا یکی از این سناریو پیش میاد موقع ما با خیال راحت تر میتونیم روی چارتایی که ترید میکنیم مثلا یورو یو اینا کارمون رو انجام بدیم یورو یو اس رو براتون بیارم تا این فریم دیلی شو با همدیگه شاید هستیم که موفق شد بعد از اعلام خبر روز سه شنبه سی پی آی که FVG دیلی رو بزنه بعد با این شدت ریزش اصلی انجام بشه فکر میکنم از این ریزش خیلی ها رو گرفته باشن خب ببینید در واقع ریزش 185 پی پی برای دو روز خب حالا اینجایی که در واقع ریزش تموم شد جایی نبود که من خوشحال کنم من مشخص کرده بودم این در واقع لوی ماه گذشته بودم که همونجوری که میبینین توی تایم فریم دیلی ما هم یه سوینگ لو به دست آورده چون این از این و این پایین تره خب اینجا الان یه ناحیه لیکویتی ماست ناحیه بعدی هم اینجاست که در واقع سوینگ لو ویکلی و ماهانه با هم دیگه این خطه یعنی ای کاش این تا اینجا که اومده بود یا به این گیر میکرد یا به این گیر میکرد به جایی محکمی گیر نکرده پس در واقع احتمال ریزش بیشتر برای این حتی وجود داره چون به ناحیه لیکویتی محکمی نرسیده مضاف بر اینکه همونجور که, که بینید از یه جی خیلی محکم کارش رو شروع کرده چرا محکم چون این FVG قبلش همونجور که میبینید ما لوهای های ماه قبل و هفته قبل ترش رو داشتیم هفته گذشت نه هفته قبل تر خب این اون لیکوید رو گرفت مربوط به هفته قبل تر دارم عرض میکنم که موفق شد در واقع این اف رو از اون لیکوید بسازه و میبینین اف وی هم که با این مومنتوم همراه بوده قشنگ یه بار دیگه تاچ میکنه ریزش اصلی رو شروع میکنه خب حالا چیزی که من باید ببینم اینه که یک نمودار من همونطوری که میبینین این کندل پنجشنبه که کندل جمعه پایین لوی پنجشنبه بسته شد پایین در واقع لویی که در طول هفته به دست آورده بود بسته شد حتی تو تایم فریم هفتگیشم هم سر بریم الان میتونید اینجا بهتر ببینید پایین لوی هفته قبل تر بسته شد تا خب پس داره در واقع ریزش رو نشون میده اما مسئله اینه با توجه به این در واقع مومنتومی که به دست آورده آیا یه بخشی رو برمیگرده بعدا میخواد بریده به سمت اینجا یا اینجا یا نه از همینجا حرکت شروع میکنه این چیزیه که دوشنبه باید ببینیم و روی اون میخوایم کار بکنیم توی تایم فریم پایین تر مثلا مثل یک ساعته بخوایم نگاه کنیم اون حالت ایدئالی که دلار داره این نداره نگاه کنید درسته توی صعود به سمت بالاش البته به منطقه لیکویتی نرسیده منطقه لیکویتش این پایین بوده خب همین حرکت رو خیلی ضعیف میکنه ولی ببینیم ما افویجی سمت بایو گرفتیم ولی این FVG سمت بای همراه با یه FVG سمت سل نبوده به خاطر اما این خیلی هم به درد من نمیخوره پس شاید هنوز هم احتمال ریزش بیشتر وجود داشته باشه خب یکم به این وقت بدیم فکر میکنم شنبه در وقت تایم اروپا تکلیف معلوم بشه چارت تلا رو با هم دیگه بررسی کنیم تا این فریم دیلی تلا رو اگه بخوایم نگاه کنیم میبینید که هنوز تو FVG دیلی خودش گیر کرده راجب این اف تو در واقع ویدئوی تحلیلی یک شنبه گذشته اما راجبش زیاد صحبت کردم این کندل قرمزه بوده من گفتم حالا بهترین حالتش اینه که در واقع اف این پشت بسازه اف جی رو بزنه و بخواد برگرده دیدین در اون شکل رو درست کرده خب برگشت از اف هم که روز سه‌شنبه و چهار فکر و پنجشنبه ادامه داشته برگشت خوبی بوده حالا یه خورده کار ما رو سخت کرده چون می‌بینید سوینگ لو جدید گرفتیم این که قبل بوده اف وی جی این داریم در واقع اونم که های هفته قبل که خودش توی تایم فریم دیلی ما یه سوینگ های هستش خب باید وضعیتش رو نسبت به این اف جی که داریم بررسی کنیم ببینیم چی میشه از فی من میاد بیرون اگه اومد بیرون خود صد در میگم اینها یا در پس میگیره یه بار دیگه یا نه افیجی شد اگه ریجک شد این ناحیه رو خیلی پر دفندازی ببینید ما اینو داریم اینجا بازم سوینگ لو داریم چون این از این دو تا دیگه پایینتره تره بهتر اینه که ساب کنیم پایین اینجا بخوایم کارمون رو انجام بدیم مطمئن باشیم لیکوید کلی این مسیر رو دیگه رفته اگه در واقع ران شده باشه بخوایم اونجا پایینش رو بدیم. چارت پوند رو هم دیگه نگاه کنیم تو وضعیت خیلی عالی به نظر من قرار گرفته نگاه کنید از ویکلی بخوام براتون بیارم ببینید توی ویکلی ما یه دون FPG داشتیم اینجا براتون کشیدم اوکی. نمودارتون کندل هفتگیش همونجوری که میبینید های هفته قبل و زد که در واقع های ماهانش هم حتی بود اون رو زد از اون بالا برگشت اومد در واقع این FPG رو تاچ کرد درگشت بیرون FPG بی بست خب پس اگه قرار باشه فقط در واقع تایم فریم ویکلی رو بکنیم بخواد دوشنبه به ما حرکت به سمت بالا رو نشون بده میتونه منجر به یه بای خیلی خوب بشه با در واقع تیپی پی اون بالا حالا تو تایم فریم دیلی اگه بخوایم نگاهش کنیم ما تو تایم فریم دیلی این همون اف جی ویکلیه اینم اف که ما تو دیلی داریم بین این کندل و این کندل که دست نخورده است پس در واقع درسته این کل لیکوید اینجا گرفته با این کندلی که درست کرده و کندلی که روز دوشنبه میخواد بسته بشه ما اصلا نمیدونیم چیه اگه روز دوشنبه کندلش اینجا بسته بشه ما یه فیجی اینجا داریم بعد بریم تکلیف نمودار روز سه شنبه با اون افیجی چی میشه اوکی ولی مثلا دارم روز دوشنبه کلی این مسیر بیاد بالا افیجی ما نده یا مثلا بره پایین به سمت پایین بسته بشه ما افیجی رو گرفتیم در حالی که تو افیجی قبلی بسته شده خب یه خورده کارمون رو سخت میکنم ولی میگم تو جایی هست که م... میگم جاش خوبه به خاطر اینه که کلی لیکوید اینجا هست پیدی های شما مشخص نزدیکه به خاطر میشه برای تریدش برنامزی خیلی خوبی داشت ولی اینم الان تو این لحظه که داریم صحبت میکنیم تقریبا شبیه چارت م... چیزه یوروه درسته با ما به منطقه لیکویتی خوردیم یعنی هم لیکوید دیلیو گرفته هم اف بی جی ویکلیو خدمتتون ارز کنم که ولی فقط ما اف بی جی سمت مثبت زدیم یعنی ای کاش مثلا شادوی این نمیدونم یه مدل دیگه بود که اینور هم ما اف بی جی داشتیم اون موقع رو بایش خیلی قوی تر میتونستیم کار کنیم الان برای با یکم شک دارم بهتره صبت کنیم رو ببینیم که چه کار داره میکنه خب اینا به هر چند تا چارتایی که یکم مهمتر بود ما رو هفته ای آینده میخوایمشون وقت بذاریم در طول هفته هم تا اونجایی که زمان اجازه بده صبر میکنم که از طریق اینستاگرام آپدیت بذارم براتون امیدوارم که هفته پیش رو براتون عالی باشه تا خیلی خوبی بزنید وقتتون بخیر